بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الاراضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. بحث ما راجع به شرح و تفسیر دعای کمیل بود. در جلسه قبل بحث به این جملات رسید: ولیت شعری یا سیدی و الهی و مولای، اتسلط النار علی وجوه خرت لعظمتک ساجده و علا السن نطقت به توحیدک صادقه و به شکرک مادحه و علا قلوب اعترفت به الهیتک محققه و علا ضمائر حوت من العلم بک حتی صارت خاشعه و علا جوارح سعت الى آتان تعبدک طائعه و اشارت باستغفارک مذعنه ما هاکذا الظن بک ولا اخبرنا بفضلک عنک یا کریم و یا رب. ای کاش میدانستم ای سید و آقا و ای خدا و مولای من، آیا آتش را مسلط می کنی بر صورتهایی که به خاک افتاده است برای عظمت تو سجده کنان است، صورتهایی که برای عظمتت سجده نموده است، و آیا آتش را مسلط می کنی بر زبانهایی که به وحدت تو صادقانه گویاست، و آیا مسلط می کنی بر زبانهایی که به شکر تو ثناگوی است، و آیا آتش را مسلط می کنی بر دلهایی که به تو فهمیده اعتراف نموده بودند، و آیا آتش را مسلط می کنی بر باطنهایی که از علم به تو پر شده بوده است و در مقابل عظمت تو خاشع شده بوده است؟ آیا آتش را مسلط می کنی بر اعضایی که به سوی مجالس مربوط به تو شتافته است؟ و آیا آتش را مسلط می کنی بر اعضایی که دل آنها به گناه اعتراف داشته است و استغفار نموده است؟ نه چنین است، چنین مظنه‌ای بر تو درست نیست، حتما چنین گمانی به تو غلط است. ما از فضل تو چنین چیزی خبر نداریم. ای کریم، ای پروردگار من، ما چنین گمانی به تو و کرامت و پروردگاریت نداریم. چنین گمانی از کرم تو دور است دور و از پروردگاریت دور است دور. لغاتی در این جملات به کار برده شده. یکی کلمه لیت است. کلمه لیت معمولا برای تمنی استعمال میشه و معمولا متعلق می شود به یک امر محالی. شاعر در شعرش می گوید: فیا لیت الشباب یعود یوما فأخبره بما فعل المشیب. ای کاش جوانی بر می گشت در روزی که خبر می دادم پیری به چه سرم آورد. پیری آمده، جوانی رفته و جوانی برگشت نداره. این شاعر میگه ای کاش جوانی برمیگشت.
لیت بر سر چیزی آمده که برگشت او محال. لیت در اینجا استعمال شده برای تأکید، تأکید کرده است نفی ما بعد خودش را، و معناش اینجور میشه که بعد از او محال است واقع بشه. کلمه شعر و لیت شعری در اینجا به معنای تعقل و تفهم، و لیت شعری یعنی ای کاش می دانستم که تو مرا عذاب می کنی. معناش اینجور میشه خدایا می دانم با اون کرمی که داری من عذاب شدنی نیستم. جمله خرت از خرشی گرفته شده به معنای سقوط، که در قرآن شریف هم استعمال شده و خر موسی سحقا، یعنی وقتی موسی علیه السلام اون صحنه رو دید افتاد و غش کرد. یا در جای دیگر می‌فرماید فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. یعنی وقتی حضرت سلیمان علیه السلام افتاد فهمیدن که حضرت سلیمان مدتی بوده مرده، و اگر اجنه می دانستن که او مرده است نافرمانی می کردن و اون کاری که به عهده اونها بود انجام نمی دادن. یکی هم کلمه اوطانه که جمع وطنه، و در اینجا محل عبادت اراده شده، مثل مسجد، اون جاهایی که دعا خونده میشه، اون جایی که مجلس ابی عبدالله الحسینه، و بالاخره جاهایی که مربوط به عبادت اوطان تعبد گفته میشه. یکی هم کلمه هاکذاست، هاکذا الظن بک، این مرکب از های تنبیه کاف خطاب زای اشاره و همش برای تأکید، و معناش اینجور میشه هاکذا الظن بک، حتما یقینا چنین گمانی به تو نیست و محال است که چنین گمانی در تو داده بشه. لسان مرادف می شود با لیت شعری. لیت شعری را اول فرموده است، هاکذا الظن بک را در آخر. کلام محفوف میشه به دو کلمه ای که بعد از او محال. و جدا باید گفت امیرالمؤمنین سلام الله علیه فوق العاده لطیف فرموده، از نظر فصاحت، از نظر بلاغت جمله فوق العاده عالی است. جملاتی که اینجا به کار برده شده تقریبا با جملاتی که قبلا درباره او صحبت کردم مترادفه. تفنن در عبارت، و این خود یک نحوه فصاحت و بلاغت که بشود در یک صفحه، نصف صفحه آخر با نصف صفحه اول از نظر معنا ترادف داشته باشد اما الفاظ مختلف باشد. تکرار لفظ در دعا خود لطافت دارد، نظیر این که کلمه یا رب تکرار بشه که در آخر دعای کمیل چند جا به کار برده شده، یا رب یا رب یا رب. کلمه یا الله، یا کریم، یا رحیم، یا ارحم الراحمین در بعضی دعاها تکرار شده و این از لطائف دعاست. عارف، عاشق در مقابل خدا
در مقابل معشوق، هرچه اسم او را تکرار کند نه برای او خستگی دارد نه برای شنونده، برای عاشق مزه دارد، برای معشوق مزه دیگر دارد. و اگر بشود به جای یک لفظ الفاظی به کار بره که از نظر معنا یه چیز باشد، معلومه دیگه لطف او بیشتر. و در این جملات چنینه، جملاتی که الان درباره او صحبت میکنیم و جملاتی که قبلا درباره او صحبت کردیم از نظر معنا فوق العاده قریب به یک دیگره، اما عبارات مختلفه، حلاوت دارد، طراوت دارد. تکرار معنا به عبارت مختلفه لطف بعد لطف، حلاوتی به کلام میده، طراوت خاصی به کلام میده. داعی در این جملات خداست و از سیاق عبارت فهمیده میشه سیادت و الوهیت و ولایت اون خدا در اینجا مد نظر. یا سیدی و الهی و مولای، لذا داعی در اینجا سید است، اله است، مولاست. مدعوم به یعنی اون که در این جملات شفیع آورده شده، کرامت خدا، ربوبیت خداست که در آخر عبارات می‌خوانیم یا کریم و یا رب، یعنی ای خدا، ای پروردگار، من اومدم در خانه ات شفیع آوردم، کرامت تو شفیع منه، ربوبیت تو شفیع من. مدعو له او بعد از آتش، یعنی این جملات گفته شده برای اینکه خدا آتش جهنم رو دور کنه، خلاصی از آتش جهنم مدعو له. مدعو در اینجا مدعی است، این که ظاهر و باطن و قلب و جوارحش خاضع برای خداست. میگه ای خدا در خانت آمدم، ظاهرم خاضع توست، باطنم خاضع در مقابل توست، قلبم خاضع در مقابل توست، خاشع در مقابل توست. خدایا باطن و ظاهرم متعبد برای توست. عبادات جوارحی، عبادات قلبی، هر دو در اینجا به کار برده شده، یعنی اومدم در خانه ات خدا، خدا عبدم، از دل عبدم، از نظر اعضا و جوارح هم عبدم. فکأنهو اینجور میگه، میگه خدایا عبدم که مقرب وحدانیتت دارم، معترفم به این که تو معبودی، معترفم به این که عالمی، عارفی، به حق علم و حق عرفان. خدایا رسوخ کرده است علم تو، عرفان تو در باطن من، در وجود من. خدایا اومده ام در حالی که شکر گذارم، لسانم گویای به شکر توست، گویای به استغفار توست، از دل توبه کردم، از زبان توبه کردم، با حال انابه، با حال تضرع و زاری، هم از نظر دل هم از نظر ظاهر به سوی تو آمدم. و اما حجت در اینجا، چنانچه در مجلس قبل گفتم، حجت عارف در عرفانش، حجت عاشق در مقابل معشوقش، حجت اینه، میگه خدایا معنا ندارد اینکه مولایی مثل تو
که فضل داری، کرم داری، ربوبیت داری، مسلط کنی آتش را بر عبدی که خاضع است، خاشع است، متعبد است، تائب است، مقرب گناه. و این حجت محفوف به دو کلمه شده که این دو کلمه بعدش محاله. یعنی یکی جمله لیت شعری، یکی جمله ما هاکذا الظن بک. مثل این که میگوید ای دوست من، ای حبیب من، اومدم تو را و حجتم دارم. حجتم در وادی عرفان بسیار محکمه، گرچه فلاسفه نفهمم. حجتی دارم بسیار مستحکمه، گرچه مردم عوام و آن افرادی که ذوق ندارن توجه به اون نداشته باشن. خدایا اومدم حجت دارم، نحوه حجت عاشق در مقابل معشوقش. و بالاخره سر تا پای کلام هم مشون و محفوف به توبه و انابه است. توبه دارد، انابه دارد، نحوه صحبت، صحبت عارف در عرفان است، عاشق با معشوقش. و جدن باید گفت این جملات لذت دارد. عارف وقتی منقمر در این جملات میشه لذتی داره، حجتی داره که این لذت و حجت رو مردم دنیا درک نمیتوانند بکنن. در همون حال میگه اینا ابناء الملوک و ابناء الدنیا، اونهایی که منقمرن در دنیا و لذاتشون، بیان ببینن من چه لذتی دارم، چگونه با معشوقم حرف میزنم، چگونه برام محبوبم حجت میارم و بالاتر از همه چگونه محبوبم و مجاب میکنم. گاهی مدعی مدعا علیه را مجاب میکنه برای اینکه در مقابلش دلیل فلسفی داره، حرف حق داره. خواه نخواه در مقابل حرف حق، در مقابل برهان مدعا علیه تسلیم میشه. اما گاهی عاشق معشوقش رو مجاب میکنه، گاهی عارف مولاش را مجاب میکنه. و اینجا اینجوره. امیرالمؤمنین سلام الله علیه مولاش را مجاب میکنه، میگه ای خدا اومدم در خانت، حجتی دارم که مجابت میکنم، حجتی دارم که در مقابل حجتم دیگه باید حاجتم رو بدی. دیگه کلامی است که من میگویم و تو هم در مقابلش مجابی. حرف زدن عاشق با معشوق لذتی دارد، اما بالاتر از این لذت مجاب کردن عارف مولاشه، مجاب کردن عاشق معشوقش. اگه بتواند در سخن عاشق معشوقش رو مجاب کند، لذتی که برای این عاشق نمی شود او را درک کرد، لذتی است موفوق همه لذت ها. قرآن شریف می‌فرماید بنده هام در دل شب لذت ها دارم. راستی هم لذت ها داری. درباره حضرت مریم وقتی مرد در بیابون مرد، پسرش رفته بود علف بیابون برش بیاره افطار کنه، وقتی اومد مادر مرده بود. وقتی مادر رو در قبر گذاشت صداش کرد مادرم میخوای به دنیا برگردی؟ گفت میخوام به دنیا برگردم. و
برای اینکه وضو بگیرم در شب‌های بسیار سرد، روزه بگیرم در روزهای بسیار گرم. حضرت مریم سلام الله علیها میگه ای کسانی که منقمره در این دنیا هستید، نمیدونید دل شب چه لذت ها داره، نمیدونی روزه برای خدا در روزهای گرم چه لذت ها داره. لذتش به قدری است که حاضرم حور و قصور و بهش را پشت پا بزنم و بیام در این دنیا در دل شب بلند بشم یا صبوح و یا قدوس بگم. این لذت لذتی است که مرگ در مقابل او پوچ، الم جراحت در اونجا غیر مفهوم است. درباره حسین علیه السلام میگن هرچه به مرگش نزدیکتر میشد برافروخته تر میشد. از این جهت هم میگویند در قتلگاه به قدری برافروخته بود که از وجنات او نور سرور میباری. و به زبان حال چنین میگفت به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، به ارادت بخورم زهر که شاهد ساقی است، به ارادت بکشم درد که درمون هم از اوست. قرآن شریف می‌فرماید افرادی که سر و کار با عالم وحدت داشته باشند تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. یعنی یه مش افرادی هستن که در دل شب پشت پا به رخت خواب میزنن، پا میشن وضو میگیرن، در مقابل خدا می ایستن، از خوف گاهی، طمع به اون لذت معنوی و بهش گاهی خدا رو می خوانند. اینها کسانی هستند که دل بستگی به پول ندارن، پول را هم در راه خدا میدن. عاشق نه دل بستگی به پول نداره، نه دل بستگی به استراحت نداره، دل بستگی به چیزی به کسی ندارد جز خدا. قرآن میگه فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، هیچ کسی نمیتونه درک بکنه اینها چه لذتهایی دارن. این آیه شریفه رو مفسرین معنا میکنن اون افرادی که در دل شب پا میشن خدا بهش بشون میده و لذات بهش به قدری عالی که هیچ نفسی در این دنیا نمیتونه درک بکنه. اما میشه معنای بالاتر از این براش بکنیم، بگیم یه افرادی هستن در همین دنیا یه لذتهایی دارن که هیچ کسی نمیتواند درک این لذات بکنه مگر این که بهش برسی. لذت در دل شب، خلوت عاشق با معشوق، سخن گفتن عبد با مولا لذتی دارد که پشت پا میزند نه به دنیا، به بهشت و اون چه در بهشت است. بله اون که میتواند درک کنه مؤمن نه فاسق، افمن کان مؤمنن که من کان فاسقا لا یستو فهو حی لا یموت. این آدمی است که زنده است نمی میرد، نه در این دنیا می میرد نه در آخرت.
این دیگه رسیده است به جایی که خطاب به او میشه من الحی القیوم من الحی الذی لا یموت الی الحی الذی لا یموت. این از کسی است که قوام همه اشیاء به اوست و هرگز نمی میرد. این نامه به کسی است که او هم کسی است که هرگز نمی میرد، دل او زنده شده است به حیات ابدی، دل او لذت میبرد به لذت عبد در مقابل مولا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق، ثبت است در جریده عالم دوام ما. این آیه شریفه رو درباره شهدا تفسیر کرده، گمان نکنن اون افرادی که کشته شدن در راه خدا اینو مردن، نه، اینو زنده پیش خدا هستن. بله، شهید زنده پیش خدا، همه زنده ان. مردن یعنی بیدار شدن از خواب. کسی که موجود شد معنا ندارد بمیرد، معدوم بشه. همه زنده هستند، اما بعضی زنده پیش خدا، زنده عاشق پیش معشوق. این آیه میگه شهید اینجور. استاد بزرگوارم رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام الله ذله برای این آیه یه معنای دیگری میکرده، یعنی گمان نکن افرادی که نفس را کشتن، مسلط بر نفس اماره شدن، سوار بر این براق شدن و رسیدن به اونجا که دیگه خلوتگاهشونه، رسید به مقام فنا، رسید به اونجا که یابید خدا را، نظیر آدم تشنه که یابید تشنگی را. خیال نکنید که ای از بین میره، نه، ای زنده است، اما نه زنده معمولی، زنده پیش خدا، یعنی خدا بر دلش حکومت داره. این دیگه رسیده به اونجا که دیگه هیچ وقت غفلت از خدا نداره، پر شده از دل او از خدا و نور خدا، گوشت او، پوست او، استخوان او شهادت میده به اشهد الله اله الا الله. درباره امام سجاد سلام الله علیه میگن روی منبر در شام وقتی مؤذن گفت اشهد الله اله الا الله، حضرت سجاد سلام الله علیه فرمودن گوشت من، پوست من، استخوان من شهادت میده اشهد الله اله الا الله. این مقامی است که هر بی سر و پایی نمیتواند پیدا بکن. این مقامی است ریاضت دینی میخواد، این مقامی است راز و نیاز با خدا میخواد، این مقامی است عبادت میخواد، این مقامی است اجتناب از گناه میخواد. در اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و آله این نحو جذابیت ها زیاد دیده شد. میگویند یه جوانی برای تجارت اومد مدینه، جذابیت رسول اکرم گرفتش، مسلمان شد، حلاوت یاد خدا رسوخ در دلش کرد، شیرینی مناجات خدا رو دریافت. وقتی رفت در میان قومش دیدن مسلمان شده، تطمیعش کردن، فایده ای نکرد، تهدیدش کردن تا از اسلام برگرده، فایده ای نکرد. در آخر کار یه معشوقه ای داشت، اون معشوقه رو در اتاق تنها فرستادن برای اینکه شاید بتواند
غریزه جنسی او را از اسلام برگردد. یک جمله اثر گذاشت روی اون دختر، دختر مشرک برگشت مسلمان شد. گفت فاطمه اگه بدانی نماز چه لذتی داره، اگه بدانی رابطه با خدا چه لذتی داره، اگر لذت ترک لذت بدانی دیگر لذت نفس لذت ندان. جمله به قدری اثر گذاشت برای اینکه از دل بلند شد. کسی که دل دارد کلام او مغز دارد. دختر از اتاق بیرون آمد، اما یا الله یا الله یا الله گویون بیرون آمد. اطراف این مرد رو گرفتن، به او کتک زدن، اما کتک خوردن عاشق بر معشوقش چه لذتی داره. او را برهنه کردن، همه اموالشی گرفتن و از ده از بادیه بیرونش کردن. برهنه آمد پیش رسول اکرم صلی الله علیه و آله، رفت در اونجایی که عشاق اونجا بودن، یعنی در صفه که برای فقرا تعیین شده بود، و از پیغمبر اکرم اول چیزی که خواست شهادت در راه خدا بود. یعنی اول چیزی که خواست بهترین لذت برای یک عبد، بالاترین لذت برای پروانه اینه که در مقابل شمع بسوزد و شمع او را بسوزاند. اول چیزی که از پیغمبر خواست شهادت در راه خدا بود و اتفاقا شهید در راه محبوب هم شد. این مقامی است، اما قرآن شریف میگه این مقام را لا یمسه الا المطهرون. دل پاک میخواد تا بتواند نور خدا در او بتاب. تحلیه میخواد تا مقام تجلیه پیدا بشه. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. فاما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم و اما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین. یعنی اگر مقرب بشی، مقرب براش نه فقط جنتی، او جنت داره، روح و ریحان داره. روح به معنا راحتی است، به معنا اطمینان، رزق کریم داره. رزق کریم برای یک عارف این نیست که در بهش باشه. رزق کریمش کلام خداست. بالاترین رزق کریم برای یک عاشق اینه که معشوق با او حرف بزنه. یک بنده در این دنیا بالاترین لذتش اینه که قرآن بخواند، برای اینکه خوندن قرآن کلام خداست و صحبت کردن مولا با عبده. خلوت کردن با او لذت داره، صحبت کردن با او لذت داره، اما بهتر از این لذت ها صحبت کردن او با این است. این خلوت با مولا، سخن گفتن با مولا، سخن گفتن مولا با این لذت داره. راستی برسه به اینجا که پروردگار عالم به او سلام کنه. در سوره یاسین میخوانیم رزق بعضی از بهشتی ها سلام خداست، سلام قولا من رب رحیم.
در این آیه‌ای که خوندم در سوره اذا وقعه می‌فرمایند اصحاب الیمین، اون افرادی که به درجه تقرب نرسیدن اما بهشتی هستند، پیغمبر سلام از طرف تو به اونها، فسلام لک من اصحاب الیمین. و اما برای مقربین خود خدا سلام میده، سلام من الله، فروح و ریحان و جنت و نعیم، قضای او رؤیت خدا، رؤیت رحمت خدا، دریابیدن خدا، قضای او تکلم خدا با او. ای روی دلارایت مجموعه زیبایی، مجموعه زقم دارد از من که پریشانم، با وصل نمی پیچم و از هجر نمی نالم، حکم اون چه تو فرمایی من بنده فرمانم، و ذوق تو مدهوشم، در وصف تو حیرانم، در دام تو محبوسم، در دست تو مقلولم. میرسه به اینجا که و ذوق تو مدهوشم، حیران است، سکران است در ذات خدا، در حرکت است، حرکت غیر متناهی در جای غیر متناهی، و ذوق تو مدهوشم، در وصف تو حیرانم، در دام تو محبوسم، در دست تو مقلوبم. از این جهت هم روایت شده که بعضی از بهشتی ها حیرانند، سکرانند، دیگه بهش نمیبینند، نمیبینند حور و قصور، نمیبینند، نمیخواهند. و این مقام مقامی است که لا یمسه الا المطهرون. معلومه کسی که منقمره در عالم کثرت نمیتونه سر و کار با عالم وحدت پیدا بکنه. اون کسی که بخواد این تن رو پرورش بده و همیشه به هم مقام شکم باشد، این کجا میتواند به عالم وحدت برود و سرکاری با اون عالم داشته باشد؟ مثنوی قضیه این نقل میکند، بعد از اون قضیه دو سه تا شعر داره، اشعار خیلی لطیف. میگه کیست بیگانه تن خاکی تو، گز برای اوست غمناکی تو، تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، جوهر جن را نبینی فربهی. گر میان مشک تن را جن ستن، روز مردن گند او پیدا شود. موش را بر تن مزن، بر جن بمال، موش چی بود نام پاک ذوالجلال. اگه انسان بتوانه جن را معطر کند به اسم خدا، اگه بتواند کلمه یا الله رسوخ در دلش کند، اگه وقتی در دعای کمیل میگه یا رب یا رب یا رب، دل او هم بگد یا رب یا رب یا رب، این مشکیست برای جون، عطریست برای جون. دیگه میرسد به اینجا که عطر او عالم را میگیرد. اویس قرن میخواست بیاد خطبت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، مادرش گفت برو، اما اگر پیغمبر نیست پیاده نشو، برگرد. اومد، پیغمبر نبود، مجبور شد برای حرف مادرش برگشت. برای اینکه مادر آزرده خاطر نشه، حرف مادر رو بشنوه، برگشت، پیغمبر رو ندید. وقتی پیغمبر اکرم
وارد مدینه شدن فرمودن نور خدا رو در مدینه میبینم، بوی خدا رو در مدینه میشنوم. این چه بوییست؟ این چه نوریست؟ اویس قرن جانش را به نام خدا معطر کرده است، خواه ناخواه دلش نور دارد، دلش نور میده. این نور را هر بی سر و پایی نمیتوانه ببینه، این نور را اون کسی دارد و اون کسی میبیند که هر دو سر و کار با عالم وحدت داشته باشد. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرمود لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لن نظروا الی ملکوت السماوات والارض. یعنی اگر شیطان‌ها چراگاه دل انسان نباشه، انسان میرسه به اینجا که نظرش همیشه به عالم ملکوت، میبیند عالم ملکوت را. نه بالاتر باید بگیم، در روایات دیگه همین پیغمبر و ائمه طاهرین علیهم السلام میفرمایند میبیند خدا را. امیت عینون ما تراه ما رأیت الله شیئن الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. با این چشم کسرت که نمی شود خدا دید، با این دل کسرت که نمی شود خدا بیاید. خدا در دلی می آید که شیاطین در اون دل نباشد، اخلاق رذیله اون دل را پر نکرده باشد. اگر اخلاق رذیله دل را پر نکرد، معلوم است میرسد به اونجا که نه فقط عالم ملکوت میبیند، خدا میبیند. دیگه میرسه به اینجا که اگر او را با شمشیر قطع قطع کنند، گناه در زندگیش دیده نمیشه. گناه را کسی میکند که خدا را نبیند، گناه را کسی میکند که خدا در دل او جای نداشته باشد و غافل از خدا باشد. یه روایتی در نهج البلاغه است، امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرماید لو ضربت خیشوم المؤمن به سیفی هازا ان یبغضنی ما یبغضنی ولو سببت الدنیا بجمتها علی المنافق علا ان یحبنی ما یحبنی و ذالک انه قضا فن قضا علی لسان النبی الامی انه قال یا علی لا یبغضک مؤمن ولا یحبک منافق. می فرماید اگر با این شمشیرم به سر کسی بزنم که مؤمن نیست و بگم مرا دوست داشته باش، دوست ندار. اگه تمام عالم رو بهش بدم و بگم مرا دوست داشته باش، نمیتوانه مرا دوست بداره. و به عکس اگر شمشیر به سر مؤمن بزنم و بگم از من برگرد، بر نمیگرده. برای اینکه پیغمبر اکرم فرموده است دوست نمی دارد تو را جز مؤمن و دشمن نمی دارد تو را جز کافر، جز منافق. این روایت با بحث ما خوب سازگار. اگه درباره علی چنین باشد، درباره خدا معلوم است چنین است. همه و همه مخصوصا جوانهای عزیزم، اگه میخواید گناه در زندگیتون نباشد، رابطه با خدا پیدا کن. رابطه با خدا علاوه بر این که لذتها دارد، علاوه بر این که نورانیتها دارد، دیگه انسان وقتی که یابید خدا را و غافل از خدا نشد، دیگه گناه در زندگیش نیست اصلا و ابدا. دیگه خواه ناخواه از بلا باک ندارد،
ناشکری ندارد. درباره یکی از اصحاب امیرالمؤمنین سلام الله علیه داره دزدی کرد، دستش را قطع کرد، دستش به دست دیگرش بود، از محضر امیرالمؤمنین سلام الله علیه بیرون اومد. یک کسی که خارجی بود، نه او را شناخته بود نه علی را. این ابن کواع خارجی اومد بنا کرد زبون بازی کنه. بعد گفت دست رو کی قطع کرده؟ گفت دستم رو سید الوصیین قائد القر المحجلین اول الناس بالمؤمنین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. گفت دستت رو قطع کرده، اینجور القاب برش میاری. گفت برای اینه دوستی علی پر کرده است مرا، دوستی علی رسوخ در دلم کرده، رسوخ در گوشت و پوست و استخوانم کرده، چجور میشه ثنای علی نگم؟ مولا امیرالمؤمنین والله قطع نکرد دستم رو به غیر از حق، کار حق کرد، کار با عدالت کرد، چرا مذمتش کنم؟ کسی که پوست او، گوشت او، استخوان او پر شده باشد از محبت خدا دیگه معنا ندارد ناشکری کنه. به جای ناشکری میگه یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم اون چرا جانون پسندد. این لذت خلوت عاشق با معشوق، لذت صحبت کردن عاشق با معشوق، لذت صحبت کردن معشوق با عاشق. اما لذتی بالاتر از این اینه که بتوان عاشق معشوقش را مجاب کنه، چنانچه در این جملات امیرالمؤمنین خدا را مجاب کرد. این دیگه لذتی است ما فوق همه لذت ها. برگشتش اینه اگر بشود خدا از کسی راضی باشه تا این عبد هم راضی باشد هم مرضی، اون وقت خطاب بش میشد یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. اوی کسی که نفس مطمئن نداری، یعنی اوی کسی که دلت رو پر شده از یاد خدا، ای کسی که یابیدی خدا را دیگه سکینت داری، وقار داری، طمأنینه و اطمینان داری، گم شده خود رو پیدا کردی، دیگه تو راضی هستی از خدا، خدا راضی است از تو. بلکه فهمیده میشه از قرآن شریف مجاب کردن عاشق معشوق را، نه فقط لذت بر عاشق داره، لذت بر معشوق داره. یعنی اگر بتواند عبد خداش را مجاب کنه، نه فقط لذت از برای عبد داره، لذت برای مولا داره. در قرآن میخوانیم یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورة ما شاء رکبک. در روز قیامت خطاب میشه به بنده های گنهکار، میگه چی شما را گول زد به خدای کریم، به پروردگار کریمتون، اون پروردگاری که شما را خلق کرد، اون پروردگاری که شما را متوازن کرد، اون پروردگاری که هر چیزی را که در شماست به جای خود نهاد، اون پروردگاری که به بهترین صورت شما را آفرید. چی به این خدا
شما را گول زد. میگویند این الهامی است، تلقینی است از طرف خدا. یعنی معناش اینجور میشه که خدا میگه چی شما را گول زد که گناه کردی، تا او جواب بدهد خدایا ربوبیت تو، خدایا کرم تو، خدایا نیکویی های قبل تو. همینجور که در دعای کمیل خوندیم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه میگه خدایا تو مرا خلقم کردی، تو مرا تربیتم کردی، تو مرا قضام دادی، تو خوبی ها به من کردی، تو کرم ها به من کردی، چجور میشه که تو مرا بسوزان. گویا این آیه شریفه تلقینی است به بنده گنهکار که در روز قیامت بگه خدایا اگر گول خوردم کرمت، ربوبیتت، آقاییت مرا گول زد. خدایا می گفتم خدا کریم است، خدا رحیم است، من مربوب او هستم، او رب منه، او پروردگار منه، از این جهت گناه کردم. یا من بدع خلقی و ذکری و تربیتی و تقضیتی حبنی لابتداء کرمک و سالف برک بی. لذا پس از اون باید بگیم ما ها کز از زن و بک ولا اخبرنا به فضلک عنک یا کریم و یا رب. بله، جمله ای که اینجا باید گفت این، در روز قیامت اگر خطاب بشه ما قرک به ربک الکریم، اگه بتوانه اونجا حرف بزنه، اگه بتوانه بگه خدایا کرمت، دیگه خواه نخواه مجاب میشه. دیگه همینه حجت عارف در عرفانشه، حجت عاشق در مقابل معشوقشه، حجت عبد گنهکار در مقابل مولاش. کی میتوانه در روز قیامت وقتی خطاب میشد یا ایها الناس ما غرک بربک الکریم بگه کرموک؟ اون کسی که در اینجا گفته باشه، اگه در اینجا سر و کاری با دعا داشته باشد، سر و کاری با راز و نیاز داشته باشد، در اینجا یا کریم و یا رب گفته باشد، اونجا میتوانه بگه کرموک. کسی که در اینجا حجت برای خدا میاره، کسی که در اینجا خلوت با خدا رو دوست داره، راز و نیاز با خدا رو دوست داره، ازش لذت میبره، در روز قیامت هم میتونه جواب بده خدایا کرمت، عنایتت مرا گول زد تا گناه تو کرد. اما اگر اینجا زبون بسته باشد، روز قیامت زبون بسته است. من کان فی هذه اعما و هو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. هر که اینجا کور است در آخرت کور است. کوری اونجا کوری دل، کوری اینجا کوری دل. کسی که در اینجا کور است اونجا کوره، کسی که در اینجا گنگ است اونجا هم گنگه. الیوم نختمو علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. طاغی در این دنیا، بی تفاوت در این دنیا، کسی که سر و کار با دعا نداره در این دنیا، اونجا هم زبانش ختم میشه، به جای این که زبانش بگه خدایا کرمت واداش گناه کردم، دستش علیه او شهادت میده، پاش علیه او شهادت میده، تمام اعضا و جوارحش علیه او شهادت میده. خلاصه حرف این شد، حجتی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه آورده،
حجت عبد در مقابل مولا که مجابش میکنه. و ما اگر در این دنیا برای خدا حجت بیاریم، لذتی در این دنیا از دعا داشته باشیم، در آخرت هم میتوانیم خدا رو مجاب کنیم. اینجا میگیم یا رب یا رب یا رب، اینجا میگیم یا کریم و یا رب، ای خدا کرمت ربوبیتت، ای خدا اگر من گناه کردم کرمت ربوبیتت. در اونجا هم وقتی میگه یا ایها الناس ما غرک بربک الکریم، ان شاء الله میگیم خدایا کرمت، خدایا ربوبیتت، خدایا خوبی های در دنیا، خدایا به عزت و جلالت قسمت میدهیم زبان گویا، رابطه کامل، دل نورانی در این دنیا و در آخرت به همه ما عنایت فرما. خدایا توفیق این که بتوانیم در مقابلت حجت عرفانی بیاریم. خدایا توفیق این که لذت از این حرفها ببریم. دلی به ما عنایت کن که از این حرفها لذت ببریم. توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت به همه ما عنایت فرما. این انقلاب، رهبر عظیم و شأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما این ایران، در پناه آقا امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.